اثر برای ما مهمه، نه صاحب اثر. چرا که حالا بخیش میگیم، فرض میگیریم این بینوایت از دست جناب بیکتورهوگو در رفته باشه، کما که خیلی آثار از دست در رفته. بعد این جناب بیکتورهوگو میدید که قبل از مرگش وصیت کرد که من تمام دارایی 50,000 فرانک بیشتر نیست، اینی بین فقرا تقسیم کنید، ضمن منو با تابوت فقرا ببرید به قبرستان فقرا، هیچ احتیاجی هم به کلیسا و دعاش ندارم. اگر من قابل دعا کردن باشم، همون کسانی که من این بینوایان رو برای مبارزه با فقر و جهل و ستمشون نوشتم ما رو دعا خواهند. حالا فرض میگیم جناب بیکتورهوگو این حرف رو نمیزد، بعد از نوشتن بینوایان در بست میزد در خدمت صاحبان زر و زور، چنانکه افتاد دانی باز از ارزش اثر کم نمیشد، چرا که اثر یک چیزه، صاحب اثر چیزی. پس توجیه شد جمله اول من، ما به آن چه که مقدسه تعظیم میکنیم، نه به آن که ما با اثر کار داریم، نه با صاحب اثر. بعد از سواران دشت امید که اونایی که 40 سال به بالا برای خاطر انگیزه، شما یک گروه نوازی خواهید چنید. عرصه باید که ما این سواران دشت امید رو صدا موبایل میاد، لطفا ساکت باشید، تا نزنید، فقط ساکت باشید. عرصه باید که ما در این سواران دشت امید دو تا از فریب خودمان این مکتب با ما همکاری دارن، آقایان حمید قنبری و مسعود براره. بعد اون فریب خورده سوم به نام آقای خاورزمینی، ایشون خدا زده پس گردنش اشتباه کردی، یک قطعی مثل گروه نوازی داشته. در نهایت قصد ما امشب این نیست که کسی رو تحقیر کنیم یا کسی رو تعظیم کنیم، در نهایت برنامه امشب